با توجه به اتفاقاتی که این روزها جامعه ما درگیرش هست امکان داره که بچه ها توی خیابون یا توی مدرسه چیزهایی دیده یا شنیده باشن و ما به با عنوان والدین نگران هستیم که اونها چه چیزهایی دیدن شنیدن یا اصلا چجوری میتونیم با اونها راجع به این وقایع صحبت کنیم و نگرانی هاشون رو کم کنیم و به سوالاتشون پاسخ بدیم پاسخی که به اندازه سن بچه ها باشه و بتونن اون موضوعات رو درک بکنن من نازعین اینال یقین هستم مشاور کودک و نوجوان و امروز در خدمتون هستم که بتونم به سوالاتی که پرتکرار هست در مورد این موارد پاسخ بدم. با توجه به سن بچه ها خیلی مهم هستش که ما چه خوراکی به بچه ها میدیم. اگه بچه های ما سه تا پنج سال باشن یا زیر در واقع سنی باشن که وارد محیط های اجتماعی شده باشن مثل مدرسه پیش یا حتی مهد کودک که حالا سه به بالا بچه ها بیشتر وارد مهد کودک میشن خیلی مهمه که والدین چه نقشی دارن چه خوراکی بهش میدن آیا بچه ها تلویزیون میبینن در خبر در دسترسشون هست آیا وقتی که پدر یا مادر دارن موبایل چک میکنن صداشو بچه ها میشنون یا وقتی که دارن با هم دیگه راجب نگرانی نگرانیاشون حرف میزنن حتی صدای پچپچو میشنون یا نمیشنون به دلیل اینکه بچه ها وقتی زیر سن مدرسه باشن خیلی از اخبار سردر نمیارن و هر آنچه که توی خونه میشنون یا اینکه دوستاشون توی مهد کودک میگن براشون خیلی اولویت داره پس بنابراین خیلی مهمه که ما اونها رو از خبر دور کنیم ولی اگر به دلایلی بچه ها خبری رو شنیدن یا نگران شدن از اتفاقات موجود ما میتونیم بهشون بگیم که چه اتفاقی داره میفته ما میتونیم کنار هم باشیم برای تو هیچ اتفاقی نمیفته من و بابات یا من و مادرت همیشه پیش تو هستیم ما تو رو میبریم جایی ما تو رو برمیگردونیم ما حواسمون به تو هست و تو نگران نباش برای تو قرار نیست اتفاقی بیفته در واقع بچه های زیر سنه دبستان خیلی براشون امنیت روانی و امنیت جانی مهمه و ما باید این اطمینان رو بهشون به عنوان والدین بدیم که تو جات امنه من هم جام امنه برای من هم اتفاق نمیفته چون اونها شاید نیان بگن که نگران شما هستن ولی خیلی خوبه که در واقع شما هم راجع به امنیت خودتون و هم راجع به امنیت بچه ها صحبت بکنین و در ضمن یک فضایی رو براشون ایجاد بکنین که اگر نگرانی دارن راجبش بتونن با شما صحبت کنن چون خیلی موقع هستش که ما میگیم نه چیزی برای نگرانی وجود نداره در صورتی که بچه نگرانه ولی روش نمیشه، جرئت نمیکنه یا نمیخواد شما رو ناراحت کنه و راجب نگرانیش حرف نمیزنه و محیطی رو باید فراهم بکنیم که بچه ها بتونن با آرامش خاطر به مسائلی که بهش فکر میکنن یا راجبش نگرانن در موردش صحبت بکنن راهکارهای خیلی متفاوتی وجود داره همچون که قبلا گفتم ما میتونیم فضای امنی رو ایجاد کنیم که بچه ها بیان و راجب نگرانی هاشون با ما صحبت بکنن ولی نقاشی کشیدن کمک میکنه کتاب خوندن خیلی کمک میکنه و اینکه بچه ها با احساسات خودشون آشنا باشن و در ضمن ما هم احساسات خودمون رو به عنوان والدین بشناسیم و راجبش با هم صحبت بکنیم مثلا اگر بچه‌ای میخواد بخوابه و صدا داره از توی خیابون میاد اتفاقی که اینه که ما که ببین نگران نباش اگه صدا اومد ما هستیم خونه ما پیشتیم ما میتونیم در اتاق تو باز بذاریم یا میتونیم یه موسیقی خیلی ملایمی پخش کنیم قبل از اینکه کودک خوابش ببره و این موسیقی در کل خونه یا کل اتاقش پخش بشه این باعث میشه که نگرانیش کمتر بشه و با صدا از خواب نپره حالا این مهم نیست که چه صدایی باشه میتونه صدای بوغ باشه صدای دوزگیر باشه صدای افراد باشه هر صدایی ممکنه که باشه ولی ما بهش اطمینان میدیم که ما خونه هستیم و, و, تو اولین باری که ما رو صدا بکنی ما پیشت میایم و خوندن کتابهای متفاوت که مربوط به احساسات هست مثل مثلا نگرانی شبیه ابرز از انتشارات مهرسا خیلی میتونه کمک کنه برای اینکه وقتی که اون بچه متوجه بشه که فقط من نگران نیستم و بچه های دیگه هم میتونن نگران باشن اصلا همه ی آدم ها میتونن نگران باشن راجع موضوعات مختلف یه ذره احساس بهتری داره و احساس آرامش میکنه میگه خب پس این یه چیزیه که من میتونم راجع صحبت بکنم و عادی اگه من نگرانم اگه من نگران مامانم هم نگران بابام نگران اینم که چون این همه آدم تو خیابونن یا اتفاقات دیگه ای که داره توی دور و اطراف بچه میگذره کودکان زیر پنج سال یا زیر هفت سال اصلا نیاز, نیاز نیست که در معرض اخبار باشن به دلیل اینکه اونها کلیت ماجرا را نمیدونن و فقط یه چیز جزئی میبینن یا میشنون و آنچه که دیدن رو نمیتونن تحلیل کنن برای خودشون که چه اتفاقی افتاده برای همین نه تنها نباید از تلویزیون یا از موبایل اخباری رو ببینن حتی نباید چیزی رو بشنون به دلیل اینکه نمیتونن درست رو پردازش بکنن و نیازه که ما کنارشون باشیم و راجبش بهش توضیح بدیم و خب اصلا نیازی نیست که ما چیزی رو توضیح بدیم چون اصلا نیازی نیست که بهشون اخباری رو بدیم خیلی موقع ها من شنیدم که میگن که تلویزیون روشنه ولی بچه من داره بازی میکنه و حواسش نیست در صورتی که همچین چیزی وجود نداره بچه حواسش به همه جا هست اگر دو نفر دارن با همدیگه صحبت میکنن توی خونه و بچه چند متر اونورتر نشسته و داره بازی میکنه تمام مدت حواسش به گفتگوی اون دو نفره حالا اون دو نفر پدر و مادر میتونن باشن یا افراد دیگه خانواده با هم دیگه باشن و خیلی موقع ها میاد و بازخورد میده مثلا که فلان چیزی که اون موقع گفتی منظورت چی بود و شما فکر میکنید که بچه شما چیزی نشنیده پس بنابر این لزوما در مرز اخبار بودن این نیستش که بچه جلوی تلویزیون بشینه در مرز اخبار بودن به هر نوعش حتی در یک جمع خانوادگی وقتی راجع به اتفاقات داریم صحبت میکنیم این هم میتونه تاثیر بذاره روی بچه ها. پس بنابر این ما نمیتونیم بگیم که اخبار بد و حذف کنیم در همه جای دنیا اخبار هست هم اخبار خوب هست هم اخبار بد ولی ما میتونیم محیط کودک رو کنترل کنیم و میتونیم حواسمون باشه که کودک چه چیزهایی رو داره میشنوه و در چه مکانهایی داره رفت آمد میکنه که آیا در مرز اخبار قرار میگیره یا قرار نمیگیره خیلی موقع ها بچه ها از ما راجع به اتفاقات روزمره یا اتفاقات ناگواری که در سطح شهر یا جامعه میفته سوال میپرسن و خب انتظار دارن که ما به عنوان افراد مورد اعتمادشون و والدینشون بهشون پاسخ بدیم و اگر ما پاسخ ندیم معنیش نیستش که اون سال فراموشش میشه معنیش این که این سوالو میره از جای دیگه ای می میپرسه اگر بچهاتون دسترسی به اینترنت داشته باشن حتما میرن سرچ میکنن و اگر دسترسی نداشته باشن از کسایی که دم دستشونه غیر از شماها میپرسن چون فکر میکنن شما افرادی نیستین که بهشون جواب بدین پس منابر این بیاین و مسئولیت پاسخ به سوالهای بچه ها رو خودتون عهده بگیرید و حتی اگه براتون سخته بگین ای چه جالب چی شد که این سوال به ذهنت رسید چی تو رو نگران کرده یا چی شنیدی ولی لحنی که دارین میپرسین خیلی مهمه من با لحنی پرسیدم که کودک زیر سوال نمیره ولی اگه برگردم بگم که کی این موضوع حرف زده کی بهت اینا رو گفته بچه استراب میگیره نگران میشه و سکوت میکنه و به شما جواب نمیده پس من این شما رو مقابل خودش میدونه ولی اگه با لحن همدلی باشه و با هم لحنی باشه که ای چه جالب چی شد که این سال به ذهنت رسید بچه خودش رو در کنار شما میبینه و احساس میکنه که شما شنیدینش و دیدینش و میخواین که بهش پاسخ بدین و در واقع اگر سوالی رو جوابش رو میدونین بهش همون موقع جواب میدین بر اساس سنش ولی اگر که جواب سوال رو نمیدونین یا نمیدونین که بر اساس سن کودکتون چجوری بهش جواب بدین بگین که به من فرصت میدی که ببینم چجوری برای توضیح بدم که تو به بهترین نحو متوجه بشی یا دقیقا نگرانی تو به هم میگی و این کمک میکنه که بچه بیاد با شما حرف بزنه و حالا میتونین مستقیم بهش جواب بدین و بعدا بهش بگین یا اعتراج این موضوع از من پرسیده بودی من رفتم پیدا کردم بیا راجبش با هم صحبت کنیم یا راجبش کتاب بخونین یا تو نمایش عروسکی این رو براش انجام بدین و مهمه که بتونین به سوالش پاسخ بگین یا اینکه که اصلا بگین من نمیدونم منم نمیدونم چه اتفاقی قراره بیفته منم نمیدونم چی میشه منم مثل تو نگرانم ولی تو پیش منی و تو پیش من امنی و مطمئن باش که همه ما امنیم و هیچ اتفاقی برای هیچ کدوم ما نمیافته. اگر نگرانی راجب در واقع سلامت خودش و شماها داره میتونین رو بگین و بعد بر اساس مدل های مختلف اگر که فردی کشته شده فوت کرده یا مثلا زلزله اومده زیر آبار مونده شما میتونین بگین که افرادی هستن که به اینا کمک میکنن اینا رو سریع میرسونن بیمارستان یا از زیر آبار در میارن و بعد اقدامات درمانی رو انجام میدن نیاز نیست که واقعیت قضیه رو تا تهش بهش بگین ولی اون چیزهایی که میتونه آرومش بکنه رو بهش بگین که بدونه که اگر برای خودش یا برای شما هم اتفاقی افتاد کسانی هستند که کمک بکنن بهشون راهکارهای خیلی متفاوتی وجود داره که ما بتونیم تعامل بهتری با بچه ها داشته باشیم. یکی از اونها بازی کردن با بچه های. این که ما بتونیم روزی نیم ساعت با بچه هامون بازی بکنیم و باهاشون وقت با کیفیت بگذرونیم. یکی دیگه از کارهایی که میتونیم بکنیم اینه که یک بعد غذا با هم دیگه یا میان بعد با همدیگه بخوریم. مثلا در حین خوردن و میان یا غذا راجب روزمون صحبت بکنیم. راجب اتفاقای خوشایند یا ناخوشایندی که توی روز برامون افتاده مثلا دو تا اتفاق که خیلی خوب بوده امروز برات بگو دوتا که خیلی هم خوب نبوده و ناراحتت کرده رو بگو و این در واقع بازیه که کل خانواده با هم دیگه باید انجام بدن و هم پدر و مادر میگن و هم فرزندان خانواده اینو میگن البته که خیلی مهمه که اتفاقات ناخوشایندی که ما به عنوان بزرگسال داریم بیان میکنیم. مدل هایی باشه که در حد درک کودک باشه مثلا امروز توی ترافیک موندم یا تو بانک کارم خیلی طول کشید و اینجوری باعث میشه که کودک به مرور زمان متوجه بشه که اون هم میتونه راجع به نگرانی هاش و اتفاقات خوشایند روزش صحبت بکنه و یکی دیگه از کارهایی که خیلی خوبه که انجام بدیم اینه که با بچه ها کتاب بخونیم ولی اینکه چه کتابی رو در چه زمانی و با چه موضوعی بخونیم خیلی مهمه اینکه کتابهایی که, کتاب که راجع به موضوعات نگران کننده و غم شب برای بچه ها نخونیم تو طول روز بخونیم که هوا روشن باشه و قبل از اینکه یه کتابی رو برای بچه بخونیم قبلش خودمون بخونیم ببینیم که آیا کودک ما میتونه با این کتاب ارتباط برقرار کنه اصلا دغدغه کودک ما هست این کتاب یا نیسته چون اگه دغدغش نباشه ما قرار نیست که یک دقدقه دیگه ای به کودک اضافه بکنیم و این و یک کار دیگه هم که میشه باش انجام داد بازی بازی با نمایشی که مثل عروسک انگشتی هستش که با هم صحبت میکنیم بازی که بچه مشارکت میکنه و توی بازی بچه صحبت میکنه و اینجوری میتونه برونریزی داشته باشه و این خیلی کمک میکنه که ما بتونیم متوجه بشیم که در درون کودکمون چی میگذره و چه جوری میتونیم بهش کمک کنیم. اگر به هر دلیلی ما به عنوان والدین متوجه شدیم که نگرانی های بچه های ما زیاده و داره علائمی از خودش نشون میده مثل ناخون جویدن اگر تقلید نباشه از کسی مثل تکون دادن پا بیقراری یا خودتحریکی تحریکی اون موقع نیازه که حتما از یک متخصص کمک بگیریم و حتما میشه یک مشاور یا روانشناس کودک و نوجوان کودک رو ببریم و ارزیابی کنیم بچه رو که مطمئن بشیم که آیا این اتفاقاتی که براش افتاده یا اتفاقاتی که شنیده یا اصلا در طول زندگی شاید اتفاق عجیبی نیفتاده باشه ولی با توجه به خصوصیت فردی کودک کودک ما در معرض بعضی از اتفاقاتی که قرار گرفته بیش از حد نگران شده در این جور موارد روانشناس کودک و نوجوان خیلی میتونه کمک بکنه و با بازی درمانی و با گفتگو با کودک میتونیم نگرانی های کودک رو حل بکنیم و باعث نشیم که این نگرانی ها زیادتر و زیادتر بشه و بشه دقدقه فکری کودک که باعث اختلال در زندگیش بشه.